اخلاقی، خلیلزاد و سفیر پیشین امریکا در مراسم تحلیف دزد انتخابات شرکت کردند. ترکیه به افغانستانی ها اجازه را پیمایی بر ضد طالبان را نداد. در اوج حوادث دردناک و ناگوار در کشور، مخابره اولین خبر خوش قلب میلیون ها افغان را روشن کرد. وزیر پیشین مهاجران افغانستان به سخنان وزیر امور خارجه پیشین امریکا واکنش نشان داده و نوشته است که نماینده پیشین و سفیرتان در مراسم تحلیف دزد انتخابات شرکت کرده بود. نوررحمان اخلاقی وزیر پیشین مهاجران افغانستان در تویترش در واکنش به سخنان مایک پامپیو وزیر امور خارجه پیشین امریکا نوشته است: مایک پامپیو اکنون اشرف غنی را دزد انتخابات خطاب میکند، در حالی که خلیلزاد نماینده پیشین امریکا و سفیر پیشین این کشور در افغانستان واقعانه در مراسم تحلیف ریاست جمهوری اشرف غنی شرکت کردند. اخلاقی افزوده است: تقلا و فساد سیاسی مبنای بدبختی امروز ماست و امریکا در زمینه تحمیل غیر دموکراتیک آقایان احمد کرزی و اشرف غنی بر مردم افغانستان مقصر اصلی است. او تاکید کرده است امریکا در 2019 به درستی می داند که اشرف غنی برنده انتخابات نیست. با گفته آقای اخلاقی، همه دیپلماتان غربی از تقلب تیم اشرف غنی در انتخابات مطلع شده بودند و از این قضیه آگاه بودند. اخلاقی نوشته است که در 20 سال حضور جامعه جهانی در افغانستان، امریکا و عوامل آن همیشه منافعشان را بر ارزش‌های مردم سالاری و اراده مردم مقدم شمردند. او در ادامه افزوده است که نهادهای بین‌المللی نیز به ساز امریکا رقصید و اما در پایان امریکا، افغانستان و مردم سالاری به دلیل همین محاسبات غلط یک جا شکست خوردند و تروریسم پیروز شد. ترکیه به افغانستانی ها اجازه را پیمایی بر ضد طالبان را ندادند. دیروز افغانستانی ها در چندین کشور اروپایی بر ضد سیاست گروه طالبان در افغانستان را پیمایی کردند، اما ترکیه به شهروندان افغانستان اجازه را پیمایی بر ضد طالبان را نداد. منابع گفتند که ترکیه به شهروندان افغانستان اجازه تظاهرات بر ضد این گروه را نداد. به دنبال یک فراخوان سراسری قرار بود افغانستانی ها روز شنبه در انقره در برابر این گروه تظاهرات کنند. اعتراضات علیه سیاست های این گروه در شمار دیگر از شهرهای جهان در حال برگزاری است. مطابق با یک فراخوان سراسری قرار شده بود تا روز شنبه 24 ژوئیه شهروندان افغانستان در 54 شهر از 23 کشور جهان به خیابان ها آمده و علیه سیاست های این گروه را پیمایی کنند. منابع میگویند قرار بود تا شهروندان افغانستان در انقره در اعتراض به محدودیت های فزایند این گروه علیه زنان را پیمایی کنند، ولی اجازه برگزاری آن از سوی والی انقره داده نشد. جاوید بشارت حریف برزیلی اش را شکست داد. جاوید بشارت ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان یعنی فری فایت حریف برزیلی اش را در سازمان مبارزه قهرمانی نهایی شکست داد و به 14 پیروزی اش در این رشته دست یافت. این مسابقه شب گذشته شنبه 24 ژوئیه در شهر لاس ویگاس ایالات متحده آمریکا برگزار شده بود و حریف بشارت ماتیوس مدونسا از برزیل بود که ده پیروزی بدون باخت را در کارنامه حرفه‌ای خود داشت. مرسل نبی‌زاده عضو مجلس نمایندگان افغانستان در کابل کشته شد. صدای آمریکا گزارش می‌دهد مقام‌های امنیتی طالبان در کابل از کشته شدن مرسل نبی‌زاده عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان با یک محافظش خبر دادند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیت برای کابل روز یکشنبه 15 جنوری با فرستادن پیام به صدای آمریکا گفت که نبی‌زاده شب گذشته توسط افراد مسلح ناشناس در ساحه احمد شاه بابا از مربوطات حوزه 12 امنیتی شهر کابل کشته شده است. گفته می شود که مهاجمان مسلح دیشب بر خانه این عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان یورش برده و پس از حمله از محل فرار کردند. زدران افزود که در این رویداد برادر مرسل نبی‌زاده زخمی شده است. او اضافه کرد که بررسی ها در این مورد آغاز شده و تلاش ها برای گرفتاری مجرمین جریان دارد. تا کنون انگیزه این رویداد روشن نشده و سخنگوی قماندانی امنیت برای کابل در این مورد معلومات بیشتری ارائه نداده است. مرسل نبی‌زاده نماینده مردم کابل در دوره 17 تقنینی مجلس نمایندگان افغانستان بود. گفته می شود که این عضو پیشین مجلس نمایندگان پس از حاکمیت این گروه بر افغانستان در کشورش باقی ماند و در کابل زندگی می کرد.
این در حال است که در هفته‌های اخیر جرایم جنایی و انفجارات در کابل افزایش یافته و ادامه این وضعیت سبب نگرانی باشندگان این شهر شده است. برخی از باشندگان کابل که از ذکر نامشان در گزارش خودداری کردند، به صدای آمریکا گفتند که تردد موترهای بی‌اسناد و شیشه‌سیاه در این شهر افزایش یافته است. با گفته آنان در بیشتر این موترها افراد مسلح گشت و گذار کرده و در بسیار موارد خود را افراد طالبان معرفی می‌کنند. اما پیش از این مقام‌های طالبان برای کابل افزایش جرایم جنایی در این شهر را رد کرده و گفته بودند که به هدف جلوگیری از تردد افراد مسلح روند توزیع یونیفرم به افرادشان را آغاز کردند. افغان‌های مقیم آمریکا به نکایج عملکرد طالبان گرد هم آمدند. شمار از افغان‌های مقیم ایالات متحده روز شنبه در شهر واشنگتن دی سی به وضع ممنوعیت بر آموزش کار زنان و دختران در افغانستان دست به تظاهرات زدند. معترضین با سر دادن شعارهای زنده باد افغانستان، مرگ بر طالبان و عدالت برای افغانستان از جامعه جهانی خواستند تا فشارهای بین‌المللی را بر ضد طالبان افزایش دهند. این گروه پس از تسلط دوباره بر افغانستان دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران مسدود کردند و رفتن زنان به پارک‌های تفریحی، کلب‌های ورزشی و حمام‌های عمومی را منع کردند. در تازه‌ترین مورد، حکومت این گروه به تاریخ 24 دسامبر تای مکتوب زنان و دختران را از انجام کار در سازمان‌های غیر دولتی یعنی داخلی و خارجی ممنوع کرد. پیش از آن این گروه تحصیل دختران در پوهنتون‌ها را نیز منع کرده بودند. در این اعتراضات ایرانیان مقیم شهر واشنگتن دی سی نیز حضور یافته و حمایت و همبستگیشان را با زنان افغانستان ابراز کردند. یکی از معترضین با تقدیر از شجاعت زنان افغان و ایران که در برابر بی‌عدالتی‌ها صدا بلند کردند گفت تاریخ دنیا در این برهه از تاریخ دوامدار شجاعت و ایستادگی زنان ایران و افغانستان برای آزادی و شرافت انسانی است. ما باید در پهلوی آنان بیستیم و برای آنها هم صدا شویم. فرهاد دریا، آوازخوان مشهور افغان که در شبکه‌های اجتماعی نیز همواره به حمایت از حق آموزش و کار و نکوهش از عملکرد این گروه در این زمینه‌ها صدا بلند کرده است، در این اعتراضات شرکت داشته و به همبستگی برای دفاع از حقوق زنان و دختران افغان تاکید کرد. افزون بر واشنگتن دی سی، افغانان مقیم اروپا نیز در شهرهای مختلف از جمله برلین، فرانکفورت، نورنبرگ، پاریس، بروکسل و بعض شهرهای دیگر روز شنبه در اعتراض به وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان را پیمایی را به راه انداخته بودند. با وصف تقاضای گسترده بین‌المللی برای لغو محدودیت وضع شده از سوی این گروه بر کار و آموزش زنان و دختران در افغانستان، تاکنون این گروه به این تقاضاها پاسخ مثبت ندادند. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد محدودیت‌های اخیر این گروه بر زنان و دختران در افغانستان را ظالمانه خوانده و از این گروه خواسته است که این تصمیم را فوراً لغو کند. این شورا روز جمعه نشست را درباره افغانستان برگزار کرده و برخی از اعضای آن وضعیت بحرانی زنان و دختران در افغانستان را نگران کننده خواندند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که نگرانی‌های اعضای این شورا قابل درک است. سپاس که تا این دم با ما بوده. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار و مددگار همه شما باشد.